بحث درباره منشأ و تبار انسان از جذابترین موضوعات در علم انسان شناسیه. گاهی اوقات در وجود همه ماها یه پرسش های شکل میگیره. مثلا ما، یعنی انسان های هوشمند، چه کسانی هستیم؟ چرا در کره زمین زندگی میکنیم؟ از کجا اومدیم؟ جایگاه ما در جهان کجاست؟ کلن سوالاتی این چنینی. همه اینا از مهمترین و چالش برانگیزترین پرسش هایی هستند که هر انسانی در طول زندگیش برای یک بار هم که شده از خودش پرسیده. اما واقعاً انسان در شکل و قواره امروزی برای اولین بار چه زمانی و در کجا پدیدار شد؟ گفته میشه حدود 13.5 میلیارد سال پیش ماده و انرژی و زمان و فضا در چیزی که ما بهش بیگ بنگ یا انفجار بزرگ میگیم به وجود اومد. طبق علم فیزیک در حدود 300 هزار سال بعد از ظهور ماده و انرژی ساختارهای پیچیده‌ای از ترکیب این دو به وجود اومد که اسمش رو اتم گذاشتن. ترکیب اتم‌ها تبدیل به مولکول شد. از فعل و انفعالات اتم‌ها و مولکول‌ها علمی شکل گرفت به اسم شیمی. در سیاره‌ای به اسم زمین مولکول‌های معینی با هم تلفیق شدند و ترکیبات عظیم و پیچیده‌ای را به وجود آوردند. به این ترکیبات پیچیده موجودات زنده می‌گفتند. در حدود 70 هزار سال پیش موجوداتی از گونه انسان‌های هوشمند یا هوموسیپین‌ها دست به یک سری کارهایی زدند و تحولاتی ایجاد کردند که فرهنگ نامیده شد. همین فرهنگ های آغازین بشری سرآغاز علمی شد به نام تاریخ. معمولاً مسیر تاریخ رو در طی 4 انقلاب مهم بررسی می کنن. انقلاب شناختی در حدود 70 هزار سال پیش، انقلاب کشاورزی در حدود 12 هزار سال پیش، انقلاب علمی در حدود 500 سال پیش و انقلاب صنعتی در حدود 300 سال پیش. اما قبل از اینکه علم تاریخ شکل بگیره انسان وجود داشت. منظور ما انسانایی هستن که به شکل انسانهای امروزی هستن، شبیه به انسانهایی که ما هستیم و داریم در جامعه زندگی میکنیم. یک چنین انسانی که انسان هوشمند بود قبل از اینکه تاریخ و تمدن شکل بگیره بر روی کره زمین وجود داشت. در حدود 6 میلیون سال پیش کپی‌ها که یک گونه از میمون‌ها بودند به دو دسته تقسیم میشن و از هم جدا میشن. 3 میلیون و 200 هزار سال بعد از این جدایی اولین گونه‌های هومو متولد میشه. هومو اولین جهش به سمت انسان‌های امروزی بود. اما مسلماً انسان‌های نخستین اصلا شبیه به این چیزی نبودن که ما الان هستیم و داریم میبینیم. تقریبا بعد از تولد اولین هومو که 2 میلیون و 200 هزار سال پیش بود تا مدت‌ها این روند تغییر آنچنانی به خودش ندید، تا اینکه می‌رسیم به 200 هزار سال پیش. یعنی 2 میلیون سالی اونقدری تغییر نکرد، ولی ظرف 200 هزار سال تغییر بسیار گسترده‌ای دید. 200 هزار سال پیش بود که کم کم هوموها تکامل پیدا کردند و شبیه به انسان‌های امروزی شدند، چیزی که بهش هوموسیپینز یا انسان هوشمند می‌گیم. دانشمندا معتقدند بعد از تولد اولین هوموسیپین ها 6 نوع انسان دیگه هم روی کره زمین داشتن زندگی میکردن. معروفترین اونها گونه‌ای بود به اسم هومو ارکتوس یا انسان راست قامت. داستان انسان‌های راست قامت 2 میلیون سال پیش شروع شده بود و اولین گونه انسان‌هایی بودند که بدن‌های صاف داشتند. ولی ماها، یعنی هوموسیپین ها، تنها 200 هزار ساله که به وجود اومدیم. طبق تحقیقاتی که انجام شده تمام گونه های انسانی بر روی کره زمین همشون منقرض شدن و هیچ اثری ازشون نیست، همه به غیر از ما، یعنی هوموسیپین ها یا انسان های هوشمند. فقط ماها باقی موندیم. هنوز دلیل انقراض سایر گونه ها مشخص نشده، ولی دانشمندا اعتقاد دارن یکی از دلایل انقراض سایر گونه ها خود همین انسان های هوشمند بودن.
اونا احتمال میدن این انسانای هوشمند بودن که سایر گونه ها را از بین بردن و مدام با همدیگه وارد جنگ میشدن. یکی از اون 6 نوع انسانی که گفتیم وجود داشتن نئاندرتال ها بودن که ژن های مشترکی با انسان های امروزی دارن. دلیلش هم به احتمال زیاد این بود که با انسان‌های هوشمند رابطه جنسی برقرار می‌کردن. به همین دلیل که ژن‌های انسان‌های هوشمند و نئاندرتال‌ها خیلی با هم مشترکه. بعضی از دانشمندان اعتقاد دارند خرد و عقل سایر گونه‌های انسانی پایین بود. همین هم باعث شد که اونا زودتر منقرض بشن. همین علت کم بودن خرد و عقلشون باعث انقراضشون شد. شرایط تغییر کرده بود و اونا هم برای شکار و ادامه زندگیشون نمیتونستن تصمیم درستی بگیرن. در نهایت هم با هجوم دشمنان و سایر حیوانات درنده کشته میشدن و بعد هم از بین رفتن. بعد هم به قدری تعدادشون کم شد که به طور کامل منقرض شدن. همونطور که گفتیم 2,800,000 سال پیش اولین انسان‌های امروزی متولد شدن. مکانشون هم جایی در شرق آفریقا و در کشور تانزانیای امروزی بود. چون باستانشناسا در اون ناحیه ابزارالاتی مثل چاقو و تبر پیدا کردن که نشون میده انسان‌های نخستین در اون ناحیه کم کم داشتن ابزارهای جدیدی می‌ساختن و از همین ابزارها استفاده می‌کردن. نزدیک به 2,000,000 سال پیش گروهی از انسان‌های نخستین زادگاهشون رو ترک می‌کنن و به پهنه‌های وسیع‌تری از آفریقای شمالی، اروپا و آسیا پا می‌ذارن. اینکه چرا دست به این مهاجرت زدن به احتمال زیاد دلیلش تغییرات اقلیمی بود. شاید هم بعضی از انسان‌ها نمی‌تونستن غذای کافی در اون ناحیه پیدا کنن. هر چی که بود از اون منطقه خارج شدن و به سایر نقاط جهان پا گذاشتن. زندگی و بقا در جنگل‌های برفی شمال اروپا در مقایسه با جنگل‌های شرجی اندونزی ویژگی‌های متفاوتی رو می‌خواست. به همین دلیل انسان‌هایی که به شمال اروپا رفتن مسیر تکاملی متفاوتی رو طی کردند. در طی گذر زمان چندین گونه جدید شکل گرفت که دانشمندان اسم‌های لاتین برای اونا انتخاب کردند. انسان‌هایی که در اروپا و غرب آسیا حضور داشتند، همو نئاندرتالسیس نامگذاری شدند که بعدها به گروه همو نئاندرتال مشهور شدند. حدود 1,800,000 سال پیش بود که انسان‌های مدرن از قاره آفریقا کوچ می‌کنند. یک قاری در چین کشف شده که آثاری از انسان‌های نخستین رو داره. همین قضیه اثبات می‌کنه که یک گروه از این مهاجران به اون منطقه از آسیا پا گذاشته بودن. شاید هم دلیلش این بود که نمیتونستن سرمایه اوراسیا رو تحمل کنن. ولی نئاندرتال‌ها که درشت‌تر و عضلانی‌تر از سایر انسان‌های مدرن بودن با سرمایه اوراسیا در عصر یخبندان خیلی خوب تونستن کنار بیان. یک گونه دیگه از انسان‌ها هوموسولوئنسیس نام داشت. داستان اینا هم داستان خیلی جالبیه. اینا انسان‌هایی بودند که در جزیره جاوه در اندونزی زندگی می‌کردن. این گونه ای انسانی تونسته بود با مناطق استوایی کنار بیاد. همزمان در یکی از جزیره‌های اندونزی به اسم فلورس، انسان‌های نخستین روند کوچکتر شدن رو داشتن سپری می‌کردن. داستان این انسان‌ها در نوع خودش منحصر به فرده. چی شد که اینها در روند تکامل داشتن روز به روز کوچکتر می شدن، روند تکاملشون کوچکتر شدن بود. اون زمان سطح آب دریا خیلی کم بود. به همین راحتی یک گونه از انسانهای نخستین از آب عبور کردن و وارد جزیره فلورس شدن. اما مدت اقامتشون در اون جزیره طولانی شد. رفته رفته هم آب دریا بالا اومد. اونا هم دیگه نتونستن از جزیره خارج بشن. بعد هم به مرور زمان منابع غذاییشون کم میشه. انسان‌های درشت که نیاز به غذای زیاد داشتن نتونستن تو این شرایط دووم بیارن. اونا بعد از یه مدتی از بین رفتن. ولی از اون طرف انسان‌هایی که جثه کوچیکی داشتن تونستن با مواد غذایی کم به زندگیشون ادامه بدن. چندین نسل از این انسان‌های کوچیک گذشت و اونا ریزنقش‌تر شدن. در نهایت هم تبدیل به یک گونه منحصر به فرد شدن که بهشون هوموفلورنسینسیس گفته میشد. وزنشون در حدود 20 کیلوگرم و قدشون هم در حدود 1 متر بود.
با اینکه ریزه میزه بودن ولی خیلی خوب میتونستن از ابزارهای سنگی استفاده کنن. اونا با همین جسته کوچیکشون فیلهای غول‌پیکر شکار میکردن. در حالی که انسانها در اروپا و آسیا در حال تکامل بودن، اون دست از افرادی هم که هنوز در آفریقا مونده بودن روند تکاملشون متوقف نشد. یعنی چی شد؟ تمام انسان‌ها در هر جایی که بودن، اینها همچنان داشتن تکامل پیدا می‌کردن. چه اونایی که تو آفریقا موندن، چه اونایی که رفتن آسیا، چه اونایی که مهاجرت‌هایی به اروپا داشتن، همه‌شون در هر جایی که بودن طبق شرایط محیطی داشتن تکامل پیدا می‌کردن. این تکامل‌ها باعث شده بود که مهد بشریت گونه‌های جدیدی در خودش پرورش بده. هر کدوم از اینا هم اسمای خاصی داشتن. انسان دریاچه رودولف، انسان کارگر و در نهایت نسل انسان‌های امروزی که ما اسمش رو هوموسیپین گذاشتیم. بعضی از این گونه‌های انسانی بزرگ جسته و بعضیا ریزنقش بودند. بعضیا شکارگران هراس‌انگیزی بودند و بعضیا با جمع‌آوری گیاهان تغذیه می‌کردند. گروهی هرگز جزیره‌ای رو که در اون زندگی می‌کردند ترک نکردند و گروهی دیگه قاره‌ها رو زیر پا گذاشتند. اما همگی از جنس انسان بودن و همگی موجودات بشری هستند. اشتباهی است که معمولا گاهی اوقات ما فکر میکنیم روند تکامل انسان به صورت مستقیم و خطی بوده، چون این روند خطی باعث شده که فکر کنیم در هر بازه زمانی مشخص تنها یک نوع انسان وجود داشته و همه گونه هایی که تا حالا اسم بردیم یه نمونه قدیمی تری از انسان امروزی بودن و اصلا گونه متفاوتی نیستن. حقیقت اینه که از حدود 2 میلیون سال پیش تا نزدیک به 10,000 سال پیش کره زمین محل زندگی گونه های مختلفی از انسان بود. این چیزی که گفتم اصلا چیز عجیبی نیست. مثل الان که ما گونه های مختلفی از خرس و خوک و روباه داریم، 100,000 سال پیش هم حداقل 6 گونه انسان مختلف بر روی کره زمین داشتن زندگی میکردن. اما اون چیزی که عجیبه منحصر به فرد بودن گونه الان ماست، یعنی انسان های فعلی. دانشمندان با مطالعاتی که بر روی نمونه‌های انسانی از دوران کهن و نوین داشتند، به بررسی خاستگاه انسان در شمال شرق و شرق آفریقا رفتند. اونا با استفاده از پژوهش‌های مولکولی تونستن به واقعیت و یا بهتر بگیم شجره‌نامه بشر دست پیدا کنن. اکثر دانشمندان اعتقاد دارن انسان‌ها و شامپانزه‌ها در واقع از یک ریشه رشد کردند. اونا اومدن و شروع به مقایسه های ظاهری کردن. در جریان این مشاهدات شباهت های بسیار زیادی بین انسان و خیشاوندان زندش، یعنی گوریل، شامپانزه و اورانگوتان ها پیدا کردن. حتی دانشمند سوئدی آقای کارل لینه که برای اولین بار طبقه بندی موجودات رو انجام داد، این جانوران رو در ابتدا در کنار انسان و از جنس هومو طبقه بندی کرد. در سال 1960 بود که یک دانشمند به اسم موریس گودمن اومد و انسان‌ها و میمون‌های بزرگ رو در یک گروه انسانی طبقه بندی کرد. در ادامه این آقا مدعی شد که انسان از نظر خونی به شامپانزه نزدیک‌تر تا گوریل. این ادعاها هیچ وقت به طور دقیق اثبات نشدن و از همون زمان تا به امروز جنجال‌ها و بحث‌های زیادی رو بین دانشمندان به وجود آورده. به طور کلی تو دهه 60 میلادی صحبت کردن راجع به پیدایش انسان خیلی مد شده بود. هر کسی هم در هر زمینه یک نظریه ای میداد. بعضی از این نظریه ها رسما بیخوبون اشتباه بودن، ولی از قصد افرادی پیدا میشدن میومدن و چیزای عجیب و غریب میگفتن که تو رسانه ها راجع بهشون صحبت بشه و یه شهرتی به هم بزنن. بعضی دانشمندان اعتقاد دارن اینکه دست انسان به شکل امروزی در اومده به دلیل اینه که رو به ساخت ابزارهای چوبی و سنگی آورده. به همین دلیل به مرور شکل امروزی رو پیدا کرده و تبدیل به موجودی شده که حتما باید با ابزار کار کنه. بعضی های دیگه هم دلیلش رو کاهش اندازه و قدرت دندونهای نیش انسان میدونن که همین قضیه به مرور انسان رو به سمت تولید ابزار برد.
یه گونه خیلی جالب انسانی که بر روی دو پا راه میرفت مربوط به حدود 3.5 میلیون سال پیش میشه. این گونه تو سال 1970 در شمال کنیا کشف شد که یه جورایی علم انسانشناسی رو تغییر داد. این گونه ای انسانی که گفتیم مال 3.5 میلیون سال پیشه میتونست بر روی دو پا راه بره، میتونست خیلی راحت از درخت بالا بره و حتی روی درخت زندگی کنه، ولی بیشتر ترجیح میداد بر روی زمین باشه. این گونه ای انسانی خیلی راحت هم میتونست بدوه، ولی به احتمال زیاد برای سرعت گرفتن ناچار بود 4 دست و پا حرکت کنه. مشهورترین اسکلت در این زمینه اسکلتی به اسم لوسی که 40% اون تا به امروز در کنیا پیدا شده. این تغییراتی که داریم میگیم فقط برای انسان نیست. طبیعت هم به مرور زمان تغییر کرد. همین تغییرات اقلیمی باعث تغییر در روند تکامل انسان شد. 5 میلیون سال پیش جنگل‌های انبوه آفریقا جای خودشون رو به علفزارها دادن. این وضعیت منجر به این شد که انسان‌های ساکن در جنگل برای اینکه آزادی بیشتری واسه حرکت داشته باشن تلاش کنن تا روی دو پا راه برن. به همین دلیل یکی از دلایل راه رفتن انسان بر روی دو پا رو همین تغییرات اقلیمی میدونن. همین تغییرات باعث شد تا انسان هوشمند فرهنگش هم تغییر کنه. یکی از فرهنگ‌های کهن بر روی کره زمین فرهنگی به اسم اورنیاسی. این فرهنگ که توسط انسان‌ها در حدود 38 هزار سال پیش در منطقه زاگرس شکل گرفت. آثاری از اون در غارهایی که در استان لرستان وجود داره همچنان مشهوده. خیلی اعتقاد دارن پیروزی انسان هوشمند نسبت به سایر نئاندرتال‌ها فقط مربوط به زور و بازو و اندام نمیشه، بلکه به هوش و حتی فرهنگ انسان هوشمند هم ربط داره. به هر حال نئاندرتال‌ها در حدود 30,000 سال پیش به کلی از بین رفتن. اینکه چرا اونا منقرض شدن بحث‌های زیادی در موردش هست که هیچ کدوم اثبات نشدن، اما خیلی‌ها دلیل اصلی این انقراض رو تغییرات اقلیمی و آب و هوایی میدونن. جالبه که نئاندرتال ها اکثرا تا قبل از اینکه به سن 40 سالگی برسن از دنیا می رفتن. طبق تحقیقات DNA 1-4% آسیای غربی و اروپا اجدادشون از نئاندرتال ها هستن و 6% بومیان استرالیا رو هم نئاندرتال ها تشکیل می دن. اخیراً یک منطقه باستانشناسی در نوشهر کشف شده که در اونجا ابزارهایی از دوران پارین سنگی پیدا کردن. همین قضیه نشون میده نئاندرتال‌ها در اون بخش از جغرافیای ایران فعلی حضور داشتن. همچنین آثاری در اون منطقه به دست اومده که رسماً نشون دهنده حضور گونه‌هایی از انسان‌های هوشمند در شمال ایران بود. اما این منطقه قدیمی‌ترین منطقه ایران نیست. قدیمی ترین منطقه ایران یک منطقه به اسم کشفرود در حد فاصل 35 تا 85 کیلومتری جنوب شرق مشهد. در دهه 50 شمسی باستانشناس ها تونستن 80 نمونه کاردستی سنگی از این منطقه کشف کنند. در شاهنامه فردوسی هم چندین بار از این منطقه یاد شده که به نقل از شاهنامه سام نریمان در نامش به منوچهر از جنگ با اژدها در کشفرود و کشتن اژدها خبر میده. علت نامگذاری این منطقه هم جالبه. کشف به معنای لاک‌پشته و در زمانهای قدیم لاک‌پشت‌های کوچک و بزرگی در این رودخونه حضور داشتن که به همین دلیل به کشفرود شهرت پیدا کرد. همه ی گونه های انسانی علیرغم تفاوت های زیادشون چند تا ویژگی مشترک دارن که همین ویژگی ها اونها را از سایر موجودات جدا میکنه.
بارزترین ویژگی اینه که انسان در مقایسه با سایر جانداران مغز فوق‌العاده بزرگی داره. مغز اولین زنان و مردان در حدود 2.5 میلیون سال پیش حدود 600 سانتیمتر مکعب بود. مغز انسان هوشمند نوین به طور میانگین 1200 تا 1400 سانتیمتر مکعبه. مغز نئاندرتال ها از اینم بزرگتر بود. شاید فکر کنیم فرایند تکامل یعنی زمان که میگذره مغز هم باید بزرگتر بشه، که اصلا چنین چیزی نیست. به طور کلی ما به قدری مجذوب هوش و ذکاوت خودمون شدیم که وقتی پای مغز به میون میاد پیش خودمون میگیم هر چقدر که مغز بزرگتر باشه لابد بهتره. اما اگه این طور بود روند تکامل گربه ها و قورباغه ها باید از انسان ها سریعتر و قوی‌تر میشد. پس ربط چندانی به اندازه مغز نداره، بلکه این داستان مربوط به قدرت اندیشه و خرد میشه. حالا سوال اینجاست، چرا یک چنین قدرتی فقط در وجود انسان شکل گرفته؟ که الان در ادامه در موردش توضیح میدیم. حقیقت اینه که مغز بزرگ نیاز به قدرت بدنی زیادی هم داره. حمل یک مغز بزرگ به این طرف و اون طرف خصوصا در یک جمجمه بزرگ کار آسونی نیست. ما نیاز به یک نیروی داریم که بتونه این مغز بزرگ رو جابجا کنه. مغز انسان هوشمند در حدود 2 تا 3% از کل وزن بدنش رو تشکیل میده. اما زمانی که بدن در حالت استراحته 25% از انرژی بدن رو به خودش اختصاص میده. در حالی که مغز میمون در حالت استراحت تنها 8% انرژی میخواد. انسان‌های اولیه بهای بزرگ بودن مغزشون رو به 2 صورت پرداخت می‌کردن. یکی با صرف وقت بیشتر برای پیدا کردن غذا، اون یکی هم با تحلیل رفتن عضلاتشون. شامپانزه نمی‌تونه در بحث با انسان خردمند بهش غلبه کنه، اما در مبارزه می‌تونه انسان خردمند رو تکه پاره کنه. اما از اون طرف مغز بزرگ انسان باعث شده ما قدرت خرد داشته باشیم. پس ما اومدیم و از مغزمون استفاده کردیم و اتومبیل و تفنگ ساختیم. حالا میتونیم در مبارزه با شامپانزه ها از اونا سریعتر حرکت کنیم و دیگه وارد درگیری تن به تن نمیشیم، بلکه با تفنگ از دور بهشون شلیک میکنیم. در طی 2 میلیون سال شبکه اعصاب انسان دائما رشد پیدا کرده. اما تو سالهای اولیه جز ساخت چاقو و چوب نوک‌تیز چیز دیگه از دل جامعه انسانی بیرون نیومد. این که چه عاملی باعث شده مغز انسان در طول این 2 میلیون سال رشد کنه سوالیه که هیچ جوابی براش نداریم. یکی از اتفاقات مهم در تاریخ بشر استفاده از آتشه. جالبه بدونید قبل از اینکه انسان یاد بگیره آتیش رو روشن کنه با آتیش و کاربرد اون آشنا شده بود. خب چطور چنین چیزی امکان داره؟ داستان مربوط به این میشه که آتش به طور طبیعی وجود داشت. معمولا رد و برق به ساقه درختان میخورد و آتیش ایجاد میکرد. پس انسان اولیه با مفهوم آتیش آشنایی کامل داشت. بعد هم از این نیروی آتیش برای کارهای مختلف استفاده میکرد. انسان چون میخواست شعله های آتیش رو همچنان حفظ کنه سعی کرد خودش یاد بگیره که چطور آتش روشن کنه. بالاخره هم تونست به روش هایی در این زمینه دست پیدا کنه. اوایل چوب ها رو به هم میسابیدن و گرمای این چوب ها آتیش تولید میکرد. بعد هم رو به استفاده از جرقه های سنگ چخماق آوردن. در مناطق مکزیک، فلات ایران، مصر اینا مناطقی بودن که مردمانشون از آتش های دائمی استفاده میکردن. یکی از اولین آثار ارتباط انسان با آتش باز هم مربوط به کشور کنیا میشه. در اونجا تونستن اثری پیدا کنن که قدمتش به 1.5 میلیون سال پیش برمیگرده. تولید آتش و استفاده از اون به احتمال زیاد اولین قدم انسان به سمت تمدن بشری بود. آتش باعث شد تغذیه انسان به یک بار بهتر بشه و این غذای بهتر باعث شد که مغز انسان بیشتر به کار بیفته. آتش تبدیل به انقلابی در زندگی انسان‌های نخستین شد، چون هم بهشون روشنایی میداد، هم از سرما حفظشون میکرد، هم غذای بهتری در اختیارشون قرار میداد. یه حسن دیگه‌ای هم که آتش داشت این بود که دشمنان انسان رو فراری میداد، چون همه حیوانات از آتش میترسیدن. انسان‌ها غذاهایی رو که ساعت‌ها برای جویدنش نیاز به وقت و انرژی بود با پختن اون توسط آتش تونستن راحت‌تر و سریع‌تر هضم کنن.
تا قبل از آتش انسان‌ها معمولاً شکار می‌کردند یا از گیاهان تغذیه می‌کردند، اما آتش تغییر بزرگی در تغذیه انسان‌ها گذاشت. در اینجا جا داره که یه مقدار هم راجع به گروه‌های خونی انسانی صحبت کنیم. شاید براتون جالب باشه بیشترین گروه خونی مردم جهان، یعنی تقریباً 40% از مردم جهان، گروه خونی او دارن. اجداد این افراد همون شکارچیا بودن. گروه خونی A که بیش از 29% از جمعیت جهان رو تشکیل میده، اجدادشون از کشاورزان بودن و گروه خونی B هم دامدار بودن. آخرین گروه خونی که به نوعی سن اونها به 1200 سال میرسه و در اثر تغییرات مواد غذایی به وجود اومدن، گروه AB هستن که به گروه معما معروفن و تنها 7% از جمعیت جهان رو تشکیل میدن. انسان ها تا 300 هزار سال پیش به صورت گروه گروه زندگی می کردن که بیشتر مواقع بر سر مواد غذایی با هم درگیر می شدن. در همین زمان ها بود که شروع به برقراری ارتباط با هم دیگه می کنن. هرچند نه مثل امروز، ولی خب معمولا با ایما و اشاره و یا کشیدن نقاشی بر روی دیوارها. همین حرکت ها باعث شد تا رفته رفته زبان شکل بگیره. به مرور زمان مغز انسان‌های هوشمند بهتر میشه تا اینکه 50,000 سال پیش یک انقلاب در نوآوری شکل میگیره. اونا برای اولین بار واسه خودشون پوشاک درست میکنن. بعد هم ابزارهای پیشرفته‌ای برای شکار و دفاع از خودشون ساختن. روز به روز کیفیت زندگیشون بهتر شد. در همین دوران بود که زبان‌ها باز شدن و با گفتن بریده بریده بعضی از حروف تونستن با هم صحبت کنن. در این سال‌ها بیشتر از مغزشون استفاده می‌کردن و تله‌ها و دام‌هایی برای شکار طراحی کردن که روند شکار رو ساده‌تر می‌کرد. بعد از اینکه تونستن با هم ارتباط برقرار کنن، بزرگترها به بچه‌ها یاد می‌دادن که چطور زندگی کنن و زنده بمونن. همین آموزش ها به نسل های بعدی باعث پیشرفت نسل بشر شد. چون قبل از اون آموزش و یاد دادن به هم دیگه درست مثل حیوانات به شکل غریزی بود. وقتی یاد دادن بین انسان ها متداول شد، زبان هم پیشرفت کرد. اونا تونستن چیزای بیشتری به بچه هاشون یاد بدن. همین کارها باعث شد کیفیت و سرعت آموزش بهبود پیدا کنه. رفته رفته یاد گرفتن چطور با طبیعت کنار بیان، چه گیاهانی خوراکی هستند و چه گیاهانی سمی. بدنهاشون به خاطر فعالیت‌های فیزیکی ورزیده و عضلانی شده بود. این شرایط تا 12,000 سال بعد ادامه پیدا کرد. در این زمان انقلابی شکل گرفت به اسم انقلاب کشاورزی. انسان‌ها یاد گرفتن که چطور بکارن و چطور برداشت کنن. حالا بود که متوجه شدن شکار تنها راه سیر کردن شکم‌هاشون نیست. کشاورزی باعث شد که دست به تولید ابزارهای جدید کشاورزی بزنن. همین کشاورزی انسان‌ها رو یک جانشین کرد. این یک جانشینی باعث شد روستاها و شهرها به وجود بیان. مناطقی که عمدتاً در کنار بستر رودخانه‌ها و زمین‌هایی که خاک و شرایط مساعد داشت ایجاد می‌شدند. کشاورزی رفاه و آسایش انسان‌ها رو بهتر کرد. چون اونا دیگه مجبور نبودن هر روز به شکار برن. البته باهوش‌تر شدنشون باعث شد از همدیگه احساس خطر کنن و بین خودشون حصار و دیوارهایی ایجاد کنن. انسان‌ها نظم پیدا کردن. به پاس این نظم، شهرها بزرگتر و روستاها تبدیل به شهرهایی کوچکتر شدند. در همین زمان برای راحتی و آسایش خودشون قوانینی اعمال کردند. از تمدن‌های مصر، ایران، میانرودان میشه به عنوان نخستین امپراتوری‌ها با قوانین مترقی یاد کنیم. مهمترین اونها بدون شک استوانه حقوق بشر کوروش بزرگه که نمونه بارز و زنده یک تمدن مترقیه. رفته رفته پیشرفت ادامه داشت تا اینکه میرسیم به 500 سال پیش و زمانی که انقلاب علمی شکل گرفت.
دانشمندان بزرگی پا به عرصه وجود گذاشتند و جامعه انسانی به سرعت رشد کرد. حدود 300 سال پیش انقلاب صنعتی رخ داد. مشرق زمین که همواره مهد تمدن دنیا بود، در جریان این انقلاب صنعتی به خواب سنگینی رفت و غرب روز به روز پیشرفته تر شد. بعد از انقلاب صنعتی، انسان به جایی رسید که زندگی براش راحت و راحت تر شد. دیگه برای سیر کردن خودش مجبور نبود به جنگه. انسان ها به کارخونه ها و شرکت ها رفتن، ساعت های خاصی کار میکردن و پول دریافت میکردن. با این پول ها به بازار میرفتن و مایحتاج زندگیشون رو میخریدن. به باور دانشمندان، از بدو پیدایش انسان تا به امروز گونه های انسانی 125,000 تغییر مختلف رو تجربه کردن تا به انسان امروزی رسیدن، انسانی که امروز ما هستیم. نسل‌های مختلفی از دوران کهن تا به امروز اومدن و رفتن، اما از زمان انقلاب علمی تا به امروز تنها 20 نسل جابجا شدن و سرعت پیشرفت این 20 نسل در کل تاریخ بشریت بی‌نظیر بود. از 3 دهه قبل هم اینترنت دنیا رو تسخیر کرد و در این 3 دهه سرعت پیشرفت به صورت چشمگیری بیشتر شد. انسانی که تا دیروز به دنبال چیزهای پیش و پا افتاده بود، امروزه در جستجوی حیات و آب در سیارات دیگر منظومه شمسیه. شاید سالها یا قرنها بعد از ما پیشرفت‌های عجیب و غریبی رخ بده. چه بسا یک انقلاب علمی دیگه اتفاق بیفته و در اون زمان همین انسان دوپا چه کارهای بزرگی که انجام خواهد داد.